نزگیر خوبی؟ بی بوکن او یس جعبت رو دوست داری؟ بیا اینم بوکن. تو چی میگی؟ بیا مه پروانه چی میگه اینجا؟ بیا برو خونتون. خوبین، ما الان داریم میریم یه جایی به نام آی فلای. اسکای دایوینگ ایندوره، یعنی اسکای دایوینگ توی فضای بسته، محیط باز نیست. بعد الان ساعت حدوداً 7:30، 45 دقیقه قبلش باید اونجا باشیم. ملبورن هم تابستونه، الان هوا همچنان روشنه. اینطوریه که هر فلایت 60 ثانیه است، ولی اونطوری که تو وبسایتش نوشته اینطوریه که بیشتر از اون چیزی که هست به نظر میرسه. هزینهش اون چیزی که مجازی به ترمز ABS، اون چیزی که ما گرفتیم 4 تاست، 4 تا سشنه و جمعاً حدوداً در اومده نفری $140. یه بودجه شرکت ما داده به مناسبت کریسمس که ما در واقع داریم همون استفاده میکنیم. بعدم این که میتونید بگید که مثلا ازتون عکس بگیرن یا فیلمشو درست بکنن، چون اون داخل قاعدتاً شما اجازه ندارید که دوربین یا موبایلتون رو همراه داشته باشید. بعدم چون من خواستم ولاگ درست بکنم، اون حالتی رو انتخاب کردم که ویدیو هم داشته باشه. بعدم اینو بگم که این آی فلای تو شهرهای مختلف استرالیا هستن. تا جایی که من تو وبسایتشون چک کردم، ملبورن، سیدنی، پرث، دیگه بریزبین، اینا این آی فلای رو دارن. که اینم بگم که گویا 45 دقیقه قبلش باید اونجا باشید. الان واسه ما ساعت 9:08 باید اونجا باشیم. الان تقریبا ساعت 7:45 که ما راه افتادیم به سمت اونجا. همین دیگه، بریم ببینیم چه خبره. تشکر ویژه‌ای هم بکنیم از خانم آرت دایرکتور که زحمت رانندگی ها رو میکشه. البته برگشت و من رانندگی ها رو انجام میدم تو مسیر رفت، چون به هر حال از مناظر اطراف فیلم بگیرم دیگه خانم آرت دایرکتور زحمتش رو میکشن. تشکر میکنم. خواهش میکنم. یه چیزی رو بگم، اینا کیاهای چیزن، برقی هن، EV6، EV9 هم چند روز پیش دیدم. بعد اینجا سیتی ملبورن رو میبینید، مرکز شهر ملبورن، مدام دارن برج میسازن. یعنی ما هر سری میریم میایم سیتی، تو مسیر میریم که برج جدید اضافه شده. یه چیز دیگر رو بگم، تو ویدئوی قبلی من گفتم بعضی از جاده‌های خیابونه اینجا یا بزرگراه اینجا عوارضی یا تول دارن مثل ایران. الان ما داخل یکی از اونها هستیم که الان نشونتون میدم که این چجوری اسکن میکنه ماشینا رو. الان این ماسماسکی که داریم از زیرش رد میشیم، این میبینید همینا چند تا آلت داره. میتونید اون دستگاه فیزیکش رو بخرید، این بالای ماشین بزنید، یه صدای بیگ بیگ میده. حالت دیگه‌اش اینه که توی وبسایتشون ثبت نام بکنید و بعد به طور خودکار اطلاعات کارت بانکی و ایناتون رو میدید، بعد پلاک ماشین رو اسکن میکنه، بعد به طور خودکار هزینه‌اش رو ازتون کم میکنه. این تو سیدنی، حالا من خیلی آشنا نیستم با سیدنی، ولی میدونم که سیدنی تعداد بزرگ راهی که تول دارم خیلی بیشتره، هزینهش خیلی بیشتره. اینجا الان مثلا این مسیر بستگی داره چه مسیرهایی رو برید و اینا، این مسیر الان واسه ما حدود $10 در میان، اگه اشتباه نکنم 6 تا $10، ولی خب باز خیلی متغیره. تو گوگل مسیرتونه که بزنید، اگه انتخاب بکنید که از داخل مسیرهای عوارضی یا تول دار میرید، خود گوگل بهتون میگه که این هزینه چقدر.
کنیم. ما رفتیم اینجا، تجربه خوبی بود. اونطوری نیست که بگم مثلا واو بود و سخت‌تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. یه جایش من پام خورد توی شیشه. بعد اینکه حتما پیشنهاد میکنم که به جای یه دونه فلایت حداقل دو تا فلایت بگیرید که دستتون بیاد چی به چیه. و یه آپشن دیگه ای داره به نام های فلایتس که میره میچرخونه بالا که حالا تو فیلم نشون میدم. اونم به نظر من ارزش داره، $20 بیشتر میشه نسبت به چیزی که گرفتید. در مجموع تجربه جالبیه، ولی اگه بخوام دوباره بیام فکر نکنم. مرسی که این ویدیو رو همراهی کردید. قربان شما. خداحافظ.